شب نشینی حالو خوش آمدی جانم. نقل مجلس آن قصه های شیرین است معصوم شیرازی یا شیخ و فاحشه نوشته محمد جمالزاده به نام نامی شیراز جنت تراز و شیرازیان صاحب دل و بازوق و آزاد منش که انوار بهترین نمونه نبوق و خسایل نژاد ایرانی بودند خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زبالش جمال زاده شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پا بستی گفتا شیخا هر آن گویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی خیام پرده اول روز قیامت است و دار مکافات آفتاب سوزان روز پنجاه هزار سال محشر چون دهانه کوه آتش فشانی که به طرف زمین باز باشد به ارتفاع یک نی بالای صحرای قیامت ایستاده و جان جن و انس را به لبشان رسانده است گروه انبوه مردگان به بانک کریه سور اسرافیل از قبرها بیرون جسته برای پس دادن حساب اعمال در پای میزان به صورت حاضر باش صف بستند. بزرگان دین و آیین و مقربان درگاه جلال از هر رنگ و از هر نژاد در صفای جلو بر کرسی های دستدار از زر و سیم مرسع و جواهر نشان تکیه داده و گروه ملائکه با احترام تمام آنها را چون نگین در میان گرفته و با شهبال خود بر سرشان سایه انداختند تا از سولت آفتاب در امان باشند. هرچند شاهنگ ترازوی اعمال مدام در حرکت است و دو کفه آن با سرعتی حیرت انگیز یک ریز بالا می رود و پایین می آید و اعمال بندگان را از ثواب و گناه می کشد و ملائکه جذاب و اقاب مؤمنین رستگار را با هزار سلام و سلوات به جانب بهشت و کفار گمراه و گناهکاران روسیه را به ضرب تازیانه آتشین به سوی جهنم میکشانند ولی جمعیت به قدری زیاد است که هیچ نمیتوان تصور نمود که روزی برسد که این استنتاقها و این محاکمات پایانی داشته باشد در آن صحرای برابود بی سر و ته آنقدر آمدند و رفتند که چشمم سیاهی رفت و ترسیدم که مدهوش بر زمین افتم ولی ناگاهان هم همه و قوقایی برپا خواست و معلوم شد که نوبت بازخواست زنی رسیده معصوم نام که در پیشگاه عدالت الهی از دست یک نفر از ملاهای به نام شهر نیشابور آرز است و دادخواهی می نماید. و اوامر مخصوص از مستر امر غیبی صادر گردیده که باید به مطالب و عرایز او با نهایت دقت رسیدگی بشود زنی است میان دو سن که از سر و صورتش غم و قصه میبارد نگاهش حزنافزا صدایش مهنتزا و هر یکی از حرکات و سکناتش از یک دنیا رنج و اندوه حکایت می کند. آخوند هم همان آخوندی است که میگفتند عمر خیام خودمان را تکفیر کرده است و حتی شهرت داشت که با اسلحه و اسلاما و محمدا نگذاشته بود که جسد او را در قبرستان مسلمان ها به خاک بسپارند. آخوندیست مانند اغلب آخوندهای قلابی همه ریش و پشم و لحم و شه و گردن و شکم لبهای کلفت سرخی دارد و با چشمهای نیمه بسته و صورت پرگوشت حق به جانب گردن را خم کرده و با همان خضوع و خشوع دروغی دوره شریعتمداری مداری و با همان ریاکاری ساختگی ایامی که به صدای تکبیر در سینه مهراب به نماز جماعت می استاد در پای میزان حساب ایستاده است و مدام شکاف دهانش مانند شکم اغرب آبستنی که بتر کرد و اغربهای خرد بسیار از آن بیرون بریزد باز می شود و بسته می شود و از لای دندانهای گراز و نیمه گندیدهش سوت و سفیر و سلام و سلوات بیرون می ریزد. کفنش به تمام نپوسیده است و هنوز پاره ای از آیات و احادیثی که با مرکب به تربت ها میخته به دست خود بران نوشته بود محو نگردیده است و کم و بیش خانده می شود. خطاب مقرون به اتاب از جانب رب الارباب رسید که ای معصومه حرف حسابت چیست و از دست این بنده ما چه شکوه و شکایتی داری؟ معصوم رنگ گذاشت و رنگ برداشت و سر مانند عروسی که در مجلس زفاف بخواهد بله بگوید به زیر انداخت و با حج با حیای بسیار و با لحجه دلپسند اهالی فارس و با زبان فارسی آن زمان که بزک تازی هنوز چهره تابناکش را چندان آبلدار ننموده بود بنای تکلم را گذاشت. آهسته آهسته و کلمه به کلمه گفت بارلاها تو خودت همه چیز را بهتر از من می دانی. من سگ روسیا و کمینه ضعیفه نادان و بیسوادی هستم که هیچ وقت اهل زبان بازی نبودم و میترسم حرف و مطلب خودم را به طوری که دلم می خواهد نتوانم به عرض برسانم. ندارسید که، ای معصومه، نه از کسی به ترس و نه از دیار البشری خجالت بکش و درست حسابی خیال کن که با یک نفر از دوستان محرم و خوهرخانده های یک جان در میان خود اختلاط و درد دل می کنی، کم حیا و کنار بگذار و بی پرده هر حرفی داری، صاف و پوست کنده در میان بگذار و از احدی پروا نداشته باش جمله ملکوت عرش و گروه جن و انس همگی ساکت و سامد دور معصومه و آخوند را گرفته گردن میکشیدند که ببینند حکایت این زن از چه قرار است و چرا به این درجه مورد الطاف خاص الهی واقع گردیده است مزومه با همان حال اندوه و ملال در فکر عمیقی فرو رفت و سر را به ملایمت بلند کرد و لبهایش چون برگ خزان بنای لرزیدن را گذاشت و با صدایی محزون و ضعیف که کم کم بلندتر و رساتر میشد گفت الهی خودت میدانی که از اهل سمیروم فارسم و به همین جهت به معصوم شیرازی معروف شده پدرم در قصبی سمیرم دلاک بود و مادرم هم هرچند پدر و مادرش اهل دالکی بودند ولی خودش در همان سمیرم به دنیا آمده بود و کارش جوراب بافی و رخت بود من فرزند منحصر به فرد آنها بودم و چه بسا به گوش خود می شنیدم که پدر و مادرم پس از نماز رو به آسمان کرده می خداوندا ما بندگان راضی و شاکر تو هستیم و سر پیری دو آرزو بیشتر در دل نداریم یکی اینکه تا زنده هستیم برای این معصومه شوهر سر سازگار و نجیبی برسانی و دیگران که پیش از مرگ زیارت امام هشتم امام رضای قریب نصیبمان بشود از بس دعا و نظر نیاز کردند و دخیل بستند عاقبت دعایشان مستجاب شد و اسباب سفر خراسان فراهم گردید یعنی پدرم خبردار شد که قافلی از شیراز به مشهد می رود و چون با رئیس قافل آشنایی قدیمی داشت هر طور بود خود را به شیراز رسانید و با او قرار مدار گذاشت که ما را هم همراه خود به مشهد برساند من و مادرم سرنشین شدیم ولی پدرم با وجود پیری بیشتر راه را پیاده میرفت و از ذوق زیارت زامن قریبان اگر پایش خون هم می افتاد روی خودش نمی آورد و صدایش در نمی آمد سهل است. محال بود که خنده از لبش بی افتد. از قضا همان وقتی که دست و پایمان من را برای حرکت از سمیرم جمع می کردیم مرد جوانی کریم نام که با ما همسایه دیوار به دیوار بود و از بچگی یتیم شده بود مسگری میکرد و خواهر مادرش را نان میداد خواستار من شد من خودم مدتی بود ملتفت شده بودم که خواهان من است ولی نه او از این بابت ابدا کلمه به زبان آورده بود و نه من به روی خود آورده بودم هرچند او هم مثل خود ما فقیر و بیچیز بود ولی چون خیلی سربزی و نجیب و نان در بیار بود با پدرم قول دادند و قول گرفتند و بنا شد همین که به خواست پروردگار از سفر خراسان صحیح و سالم برگشتیم اولین کاری که میکنند کنند راه انداختن اسباب عروسی ما باشد روزی را که از سمیرم راه افتادیم هرگز فراموش نمی کنم. کریم با پای پیاده تا اقلید به بدرقه ما آمد. کیسه بزرگی از مغز گردو و پر هلو و قیسی تا آورده بود که با دست خود به ترک اولاغی که مادرم بران سوار بود بست و آنگاه او ما را و ما او را به خدا سپردیم و از هم جدا شدیم. همی ترس همین بود که مبادام برا نامزد خود دانسته و هرچند مرسوم نیست در صدد براید که در موقع خداحافظی مرا در جلو پدر و مادرم ببوسد ولی رنگش پرید و لبهایش لرزید و بدون آنکه لب بگشاید نگاه پر از حسرت و دریق خود را به صورت من و اشک در چشمهایش حلقه بست و شراری درماندگی چشمهای درشت و پرمهرش را به تلعلو درآورد و مانند آدمی که بخواهد فرار کند برگشت و بدون آنکه سر را برگرداند به سرعت هرچه تمام تر ناپدید شد از تو چه پنهان قلبم چنان به فشار آمد که گویی بادام از تو دارند روغنش را میگیرند مثل این بود که هر قدمی که بر می دارد روی قلب من راه میرود و چنان قلبم درد گرفته بود که ترسیدم قبض روح بشوم و جا به جا بمیرم همانطور که عرق سرد بر بدنم نشسته بود و نفسم به یک و دو افتاده بود به حال ضعف بنای دعا خواندن را گذاشتم و از امام رضا درخواست کردم که خودش ما را با تن درست برگرداند و اسباب عروسی مرا با کریم فراهم سازد راه درازی در پیش داشتیم ولی از آنجایی که پدرم علاوه بر دلاکی و اصلاح سر و صورت در کار شکستن قلنج و کشیدن دندان و زدن رگ و عمل ختنه بی رشته نبود از زیر سنگ هم شده بود یک لغم نان را به ما می رسانید. چه سفر خوبی بود چون روز هوا گرم می شد قافل شب راه می رفت چه شبهای دراز فراموش نشدنی به هیاهوی چارپادارها و یتیم چارپادارها مالها را باز می کردن؟ و کجابه ها و پالکی ها را رو روی گرده قاطرها می و به صدای زلنگ و زلونگ صدها زنگ های کوچک و بزرگ راه می مالها با راه آشنا بودند و سرشان را زیر می و به فلک اعتنا نداشتند. کم کم چراغ ستاره ها در آسمان روشن می شد و سر تا سر آسمان پر از ستاره می شد. از هر طرف که چشم میانداختی جز ستاره چیزی دیده نمیشد آن همچه ستاره های درشت و درخشانی از بس زیاد بود سر آدم گیج میرفت و از بس می درخشید چشم انسان خیره میشد مثل این بود که هزارها آتشگردان در آن ظلمت شب به حرکت آمده باشد و دنیا دنیا جرقه به اطراف بجهد من کیف غریبی داشتم دنیا و پدر و مادر و حتی کریم و خودم را فراموش می کردم و من هم حکم یکی از این ستاره ها را پیدا می کردم. وقتی قدری به خود می آمدم می دیدم دران تاریکی شب که اسمش را نمی شود تاریکی گذاشت. قاطرها توبره به گردن قطار به قطار پشت سرهم آرام و بی با چشم های نیمه بسته و گوش های تیز که فقط برای راندن پشه ها گاهی حرکت میکرد سرهایشان را مرتب تکان میدادند و هی جلو میرفتند و هی hey جلو میرفتند مسافرین در کنج کجاوه و پالکی خوابشان برده بود سرنشینها پشت قاطر کز کرده بودند و دست ها را جلو پالان همایل ساخته سرشان را روی دو دست تکیه داده بودند و چرت می زدن. صدای پای حیوانات مثل صدای آبی که روان باشد به قدری مطبوع بود که دل آدم از شنیدن آن زعف می دفت و گاهی که سم حیوانی به سنگی بند می شد صدایش مثل صدای آبی بود که به سنگی برخورد کرده باشد. چارپادارها ساکت و سامد لیفه تنبان را بالا زده پا به پا در دو سمت کاروان با قطارها هم قدم بودند و مثل این بود که همینطور باید تا ابد پا به زمین بکوبند و جلو بروند صدای دلنگ دلنگ زنگ قاطرها مثل لالایی مادرهای جوان دل را آرام و خواب و خیال را شیرین میکرد گاهی هم ناقافل صدای پارس سگی بلند میشد و میفهمیدیم قافله از پهلوی آبادی بینامونشانی می گذرد. سگها هردودی می کشیدن و دو ما را علم کرده دیوانوار به قافل حجوم می و قیل و غالی راه می و باز از نو دم را لای دو پا دزدیده مانند پهلوان زمین خورده سر خر را بر می و ما را به خدا و بیابان بی سر و ته و شب تاریک می سفردن. گاهگاهی پدرم خودش را به قاطری که من با چادر و چاخشوری بالای آن خم شده بودم میرسانید و کف پایم را آهسته قلقلک میداد و چیزی خوراکی از شیرینی یا میوه در مشتم میگذاشت و سفارش میکرد که به پاخابت نبره که از قاطر بیفتی و باز دور میشد و در تاریکی شب ناپدید میشد تماشای آسمان و دشت و صحرا و کوههای محو و تاریک آن دور دورها در آن هوای خنک نیمه های شب روحم را تازه میکرد و تمامش میترسیدم ترسیدم خوابم ببرد و از این همه کیف و لذت محروم بمانم مثل این بود که ستارهای آسمان و شن و خاک و زمین و های جاده و سایه کوها و تاریکی شب فایی با هم می زدند و من هم محرم رازشان هستم و حرفهایشان را میفهمم و میترسیدم اگر خوابم ببرد دیگر مرا همدم و مونس و رفیق راه خود ندانند و بیگانه بشمارم گاهی وزش نسیم از آن دور دورها آواز نرمی می و با کلمه بریده بریده از قوید شبخیزی و خواب و بیداری پروین درازی شب هجران فراق اشتیاق و با عطر و بوی گلهای وحشی و علفهای صحرایی که از مسافتهای بسیار بسیار دور می رسید در فضا پخش می کرد و مثل آب آرامی که سنگ ریزه در آن بیفتد دور می شد و دورتر می شد و دوباره خاموشی دنیا را فرا می گرفت بارلا هنوز هم که هنوزه از سر وقت به یاد آن شبها میافتم دلم ضعف می رود و بدنم می لرزد و گریم می گیرد. ولی خداوندا سر عزیزت را با این ولنگاری ها و رود درازی ها به درد آوردم. ندارسید آسوده باش که شرط شیرازی و اهل فهم و ذوق بودن همین است و غیر از این نیست ولی من هم از این سخنان تو که بوی لطف و ذوق و شعور میداد لذت بردم و اگر شایسته بهشت شناخته شدی و به بهشت رفتی خواهی دید که در آن شبهایی که الان صحبتش را می داشتی ای از باغ بهشت ما و روزه رزوان و خلدبرینی برینی که لابد شنیده ای به روی تو گشاده شده بوده است. حالا برگردیم سر قصه خودمان و عرض حالی که داشتی محسوب نفس بالا بلندی کشید و لبخندی به لطافت نسیم بهشت بر لبانش نقش بست و دنبالی سرگذشت خود را چنین آورد نزدیک های سمنان و دامقان که رسیدیم چو در قافل افتاد که وبا آمده است و مردم مثل برگ خزان به خاک میافتند. با آنکه از بیراه زدیم پر و با به ما هم گرفت و چند نفر از اهل قافل جان در مادرک نازنینم هم, هم از آنهایی بود که ناکام به زیر خاک رفتند هنوز آب تربت به حلقش نریخته بودیم که هرچه خاک اوست عمر شما باشد چانه انداخت از ناچاری همانجا در وسط بیابان خاکش کردیم و یک قطع سنگ به شکل نیم آجر بالای سرش به روی قبر نشاندیم و تمام اهل قافل دور قبرش را گرفتم و با حال رقت زیر لب فاتحه خواندم و به قبرش دمیدم و برایش طلب آمرزش کردند. پدرک بخت برگشتم دل نمیکند از مادرم جدا شود همانطور روی قبر افتاده بود و اشکش بروی ریش فلفل نمکیش روان بود و تذرع کنان می بیایید و محض رضای خدا راضی نشید که از همسرم که یک عمر رفیق و شریک خوشبختی و بدبختی من بوده جدا بشم چطور دلتون گواهی میده که تنها انیس و مونس و عمرم رو در سینه این بیابان بی به دست گرگ و شغال بسپرم و خودم راهم رو گرفته برم بیایید و محض رضای خدا بگذارید من هم همینجا بمانم تا این نیم نفسی که دارم قطع بشه و پهلوی زن ناکامم به خواب ابدی برم آخرش هر بود به اسم اینکه که معصومه را نمی تنها گذاشت و به عنوان اینکه زنت چون در راه زیارت امام رضا وفات کرده حکم شهید را دارد و الان در بهشت با خواهر امام قریب محشور شده است زیر بغلش را گرفته از روی خاک بلندش کردند و خواهی نخواهی به راهش انداختند از آن روز دیگر دست و دل این مرد به کار نرفت که نرفت قدش چنان خمید که گویی قوز درآورده رنگش پریده و حتی سفیدی چشمهایش زرد شده بود و گوشتش از زور قص روز به روز آب میشد به طوری که راستی راستی دل سنگ به حالش میسوخت یکی دو منزل به نیشابور مانده بود که صدای بگیر و به بند بلند شد و تا آمدیم ببینیم چه خبر است که یک دست ترکمن کوسه با کلاهای پاخپاخی و قباهای راه را همه با تیغ برهنه و نیزههای های دراز دور من را گرفتند و بنای بزن و ببند و قارت و یغما را گذاشتند. من از زور دلهوره و تکان جا به جا قش کردم و هیچ نفهمیدم چه بر سرم آمد. همینقدر می دانم که وقتی به خودم آمدم و چشمم باز شد دیدم که پهلوی چند نفر زخمی به روی خاک افتادم و کمرم سخت درد می کند. و معلوم شد که پدرم رو هم با چند نفر دیگر اسیر کرده با خود بردهاند و گفتهاند دلاک است و به کار میخورد پس از این همه ترس و لرز و پس از داغ مادر و جدایی از پدر معلوم است که چه حال و روزگاری داشتم درد قلبی گرفته بودم که هر روز و هر ساعت ترس آن میرفت که دیگر نفسم بالا نیاید از همه بدتر آه در بساتم نبود و یک پول سیاه در دستگاه هم پیدا شد پدرم قرار گذاشته بود کرایه قاطری را که سوار بودم منزل به منزل بپردازد و حالا چندین روز بود که کرایه عقب افتاده بود و نمیدانستم چه خاک سیاهی به سر کنم چه درد سر بدهم وقتی قافل به نیشابور رسید یک جفت علنگو و قلاب روبند نقره و خرفت پردی که از مال دنیا برایم باقی مانده بود همه را با رخت های کهنه مادرم و مختصر اسبابی که از پدرم در خرجین باقی مانده بود فروختم و پولش به کرایه مال رفت و به مصرف قوت لایموت رسید و به کلی دست خالی ماندم آن وقت بود که خود را به سن 18 سالگی در ولایت قربت تک و تنها و غریب و بیکس و سرگردان و بی پناه و بی سرپرست دیدم و از همه بدتر بیماری هم قوز بالا قوز شده بود نه دلسوزی داشتم که مرا به طبیبی برساند و نه پول مولی در بسات بود که خرج دوا و غذا و پرستار بکنم از ناچاری دندان به روی جگر گذاشتم و قید زیارت را زدم در حالی که تنها آرزویم این بود ولو با پای پیاده هم شده باشد خودم را به ذریح امام قریب برسانم و آمرزش مادرم و خلاصی پدر بینوایم را از امام قریب بخواهم هرچه دست و پا کردم به جایی نرسی و آخر سر مجبور شدم در همان نیشابور بمانم با کمک و راهنمایی یک نفر تاجر نیشابوری خاج مراد نام که از اسفهان با قافل همراه شده بود و می گفت دلش به حال من سوخته است در یکی از خانه های زوادی شهر در اتاق تنگ و تاریکی منزلی دست و پا کردم خاج مراد مرد سرشناسی بود و صاحب خانه را می شناخت پیش او زمانت کرد که اگر از عهده پرداخت اجاره اتاق نتوانستم برایم او عهدهدار می شود و با من خداحافظی کرد و رفت و مرا با طالع سیاه هم تک و تنها گذاشت. خداوندا هیچ از تو پنهان و پوشیده نیست و خودت میدانی که من بنده ناشکری نیستم ولی وقتی خودم را با آن حال در کنج آن اتاق نکبت بار تنها دیدم که از مال دنیا هیچ چیز برایم نمانده بود جز امید به تو و جز دو تا پول رنگ و آبی که خودت به من داده بودی و آن هم دیگر چیز زیادیش باقی نمانده بود آرزوی مرد کردم و گفتم ای کاش که من هم با مادر ناکامم به خاک رفته بودم و چنین روزی را نمی دیدم طرفای عصر بود که خاج مراد به دیدنم آمد مقداری خوراکی و یک چوف کفش و قدری هم دوا درمان برایم آورده بود. با آنکه از گرسنگی پاهایم میلرزید لب به خوراکی نزدم. بنای خوش زبانی و مجیز و خوش و شوخی و باردی را گذاشت. و هنوز حالم به جا نیامده بود که در صدد بی آبروی برامد. اشکم سرازیر شد و زبانم بند آمد و نمیدانستم چه خاکی به سر بریزم و جواب این مرد بیچشم و رو را چطور بدهم؟ وقتی دید که پای افت و اسمت در میان است و دختری نیستم که زیر این بارها بروم دوپا را در یک کفش کرد که بیا و سیغه من بشو. گفتم تو به جای پدر منی اگر زن داشتی اولادت از من بزرگتر بوده قباحت ندارد این حرفا را میزنی؟ گفت خاطر جمع باش که نه زن دارم و نه اولاد و از همون ساعتی که در قافل چشمم به تو افتاد خاطر خواه و خواهان تو شدم و یک دل نه صد دل عاشق بیقرار تو هستم هرچی انکار کردم و از تقفر الله گفتم به خرجش دارم و دست مرا در میان دو دست هنابسته ی گوشتالوی خود گرفته می گفت آب راحت از گلون پایی نمیره نه خواب دارم و نه راحت دلم میخواد جان و مال و دارایی خودم رو در طبق اخلاص گذاشته نسار قدم نازنین تو بکنم و خدا خودش گواهه که اگر از ولنگاری مردم فضول این شهر نبود اصلا همین امشب اسباب عروسی خودم رو با تو فراهم کردم و تو رو میگرفتم ولی افسوس که در این شهر سرشناسم و کس و کار بسیار دارم میترسم اسباب حرف مردم و باعث دردسر و زحمت تو دختر با جان برابر خودم بشه و لحاظ خیر صلاح تو و خودم رو نقدن در این میبینم که دست نگه دارم تا موقعش برسه و فعلا تا سیغه من بشی و همین که آبا از آسیا افتاد و سر و صداها خوابید به طور دلخواه عروسی مفصلی برات راه بندازم که مانندش رو کسی در این شهر بیاد نداشته باشه انکار از من و اصرار از او هرچه میگفتم نه او میگفت آری روزها گذشت و دست بردار نبود و مدام بر سماجت می افسود از جوانی و بی تجربگی گول خوردم و رضا دادم. وقتی چشمم باز شد که خود را سیغه و در واقع کنیز زر خرید او دیدم به هیچ یک از وعده هایی که داده بود عمل نکرد لور شده بود و دیگر زبان مرا نمیفهمید در جواب حرفهایم خنده های مسخر آمیز تحفیل می میداد و مدام به بهانه تازه ای سرم را بیخ تاق خوبید و امروز و فردا می کرد. وقتی زیاد سر به سرش گذاشتم و زبانم قدری دراز شد یک دفعه آن رویش بالا آمد و صدایش را که کلوفت بود کلوفتر کرد و بنای بدزبانی و فخش و ناسزا را گذاشت و گفت دختر بیشم خفه شو تو دختر دلک با این توقعات چه کار یادت رفته از گشتنگی میمردی و اگر من نبودم معلوم نبود شب در کدوم خرابه سرتو به زمین میذاشتی تا آب زیر پوستت اومد زبونت نیم گز دراز شده والا دیگه از من شیر مرغ و جون آدمیزاد توقع داری راستی که مثل تمام اراقی ها بی حقوق و نمک ناشناسی و حق تموم بود که گذاشته بودم تو این شهر قریب در گوشه یک کوشه توی لجن جوی آب بمیری و احدی به فریادت نرسه گفتم ای کاش مرده بودم و فریب چون تو آدم خدا ناشناس بی نام و ننگی را نخورده بودم چشمایش از هدقه درآمد و از جا برخواسته مثل اینکه بخواهد مرا زیر لگت خورد و خمیر کند به طرف من جلو آمد گفت به خداوندی خود اگه بیش از این فضولی بکنی با همین لگت چنان تو شکمت میزنم که از جا بلند نشی حالا که چنین شد بدون که اصلا من در این شهر دو تا زن عقلی و هفت تا پسر و دختر دارم که کوچکترین اونو از تو بزرگتره اگه به همین رازی نیستی گورتو گم کن و به هر جهنم درلی که میخوای برو خدا و امراد که دلم نمیخواد ترگز دیگه روی منحوس تو ببینم دو روز و دو شب تمام آب از گلویم پایین نرفت و به قدری عشق ریختم و تو سر خودم زدم که نزدیک بود کور بشوم. باز یه رو ولکن معامله نبود و روز سوم بود که باز صورت منحوسش پیدا شد. برایم یک جفت گوشواره آورده بود و به قول خودش میخواست با من آشتی بکند ولی همین که دستگیرش شد که دیگر گول حرفا و اداهایش را نمیخورم و دیگر با بندش به چاه نمیروم و این توبه میدی از آن توبه میری ها نیست و دیگر آبش با من به یک جو نمیرود صاحب خانه را صدا کرد و پانزده روز پیشکی کرایه اتاق مرا داد و مختصر پولی هم لب تاخشه گذاشت و گفت حالا اونقدر گریه کم کچه شد خون بیاد و در را پشت سرش به هم کوفت رفت و دیگر روی ادبارش را رو ندیدم که ندیدم از قضا فردای آن روز به حمام رفتم داشتم بدنم را کیسه می کردم که ناگهان سحن حمام پر شد از یک بر زنهای لخت و نیمه تا آمدم بفهمم چه خبر است که مانند گرک های آدم خار به سرم ریختند و حالا نزن کی بزن همینقدر فهمیدم که زن خاج مراد است و نمیدانم از کجا خبردار شده بود که من در آن حمامم و کس و کار و را ریسه کرده و حمام آورده بود که تلافی سرم در بیاورد پتیاری تمام بود در حجوم کلاه گیسی که بر سر داشت افتاد توی تاس آب و این هم خشم و غضبش را زیادتر کرد با آن سر تاس و هیکل قناس دندانهایش را به قروچ و قروچ انداخته بود و با چشمان خون گرفته ای که زهره آدم از دیدن آن آب میشد چشم قره میرفت و فوش میداد و لگت به پر و پهلویم میزد و میگفت ای قهبه سوزمونی ای لوند هر جایی خیال کرده بود اینجا هم شیرازه که اومدی مردای ما رو از را به در ببری چنان موزت و کف دستت بذارم که دیگه تا عمر داری به این طرف قدم نذاری هرچی التماس کردم به خرجشان نرفت. هرچه فریاد زدم که اولا من دیگر با شوهر نامرد تو کاری ندارم و ثانیا آن قرمساق خدا نشناس بود که پدر مرا درآورد و مرا به این روز سیاه نشانید به گوششان فرو نرم می میدادند که قاطر چی نمیدهد به قدری با مشربه و ته تاس و لگن و کاسه حنا به سر و مغزم کوبیدند و با ناخن و چنگال تن و بدنم را خراشیدند و با گاز و نیشکون سر و سینه و ران و بازویم را خونین و مالین کردم که از حال رفتم و همانجا روی سنگ حمام مثل جسد بیجان افتادم و یک نفر مسلمان پیدا نشد که بپرسد که آخر چرا میزنید وقتی به حال آمدم و چشمم باز شد دیدم سر تا پایم کبود شده و پر از زخم و جراحت هست و قدرت جنبیدن ندارم زمنان معلوم شد که برای خالی نبودن عریزه در همان گیرودار خلخال پایم را هم با گوشواره هایم و یک تکه از لاله گوشم کنده و به هر زحمتی بود با کمک دلاک و جامدار حمام خودم رو با حال زاری به خانه رساندم و نشان به همان نشانی که یک ماه آزگار در رخت خواب افتادم و خونابه قی کردم و گرفتار تب و سرگیجه بودم تا رفته رفته به زور دوا و درمان جراحت بدنم بهتر شد و حالم قدری به جا آمد و رمقی گرفتم و توانستم برخیزم و سرپا بیستم از فردای همان روز به هر دری زدم که تا شاید کاری پیدا کنم دستم به جایی بند نشد حتی به کنیزی و آشپزی نیست به منت حاضر بودم ولی کسی مرا نخواست از تو چه پنهان از بس عزیز دردانی پدر و مادر بار آمده بودم کاری هم که کار باشد از دستم ساخته نبود خصوصا حالا که دیگر از زور غم و قصه نا در وجودم نمانده بود و علیل و ضعیف و ناتوان شده بودم. طولی نکشید که مبلغی هم به زن بی چشم و رویی که صاحب بود از بابت اجاره اتاق به دکار شدم. سریطه ای بود رند و رمال و قطامه ای بود همه کاره و همه فنهری و از آن بی انصاف های سنگ دلی بود که از آب کره می و برای نیم دینار حاضرند خون به کنند وقتی دید مطالبه فایده ندارد و آه در بساتم نمانده است و دستش به جایی بند نیست از دستم به کلانتر شهر که با هم سر و سرها داشتند آرز شد و از همان روز کارم به دست کلانتر و داروغه و شاگرد داروغه و اساس و شهنه افتاد ای کار صد بار جوان مرگ شده بودم و هرگز با این جماعت رزد و پست فطرت سر و کار پیدا نکرده بودم آمدم که باید بیایی پیش کلانتر به قدری محیب بود که از دیدنش گردم تیر کشید مالک دوزخ بود که با آن قیافه جهنمی و آن هیکل و ریخت میر قذبی برای عذاب جان من بالای آن کرسی پاها را روی همان انداخت نشسته بود و سیبیل های شاخ قوچی خود را تاب می داد. به محض اینکه چشمش به من افتاد دیدم چشمکی به یک نفر از زیر دست زد و گفت نقدان سرم شلوغ. نگهش بدارید تا وقتی سرم قلوت شد شخصا خودم به کارش رسیدگی می کنم. انداختنم توی اتاقی و در را به رویم بستند. اتاق پاک و پاکیزه آبرومندی بود و تعجب کردم. که چه فرشا و اساسی یک جاسنگینی دارد. ساعتها گذشت و اهدی به سراغم نیامد و کم کم داشت خوابم می که در باز شد و کلانتر وارد شد. در را از تو چفت کرد و از پشت پرده که اتاق را از صندوقخانه جدا می کرد سینی مسی بزرگی را که های رنگ رنگ و از هر نوع مزه و خوراکی روی آن چیده بودن پیش کشید در وسط اتاق جلوی من گذاشت و در کمال آرامی کلاهش را از سر برداشت و کمربندش را باز کرد و پهلوی من پهن شد و چشمایش را به چشمای من دوخت و پس از آنکه مدتی با نگاه خریداری مرا ورانداز کرد گفت باه باه خوش اومدی تو تو این شهر مهمون ما بودی و ما نمیدونستیم خب بگو ببینم اسمت چیه؟ و از کجا اومدی و در این شهر چه کاروباری داری و نشست و برخواستت با چه قماش اشخاصیه و نهی و زاری را گذاشتم که دختر یتیم و بیچاره بیکس و بیار و یاورم از راه دور به این شهر افتادم و قریب این دیارم گفت این که حرف نشد دختر جوون و ماشالله ما شاداب و زیبا و دلربایی مثل تو نباید بیار یاور باشه من من مردم که میگی یارویاور یاور ندارم از اخبر از الله. من تا زندم روی تخم چشمم جاد میدم و راضی نمیشم که از پای مور آزاری بر این دن و بدن نازنینت برسه خیر خیر نمیدانستم چه جواب بدهم و درست نمیفهمیدم مقصودش چیست ولی همین قدر بود که بوی خیری از حرفها و تعارفهایش نمیشنیدم چشمهایم را پایین انداخته به نقش و نگار فرش اتاق خیره شده بودم و مثل ناودان اشک میریختم گفت گریه برای چی قوره چلوندن چه فایدهای داره و دستمال از جیب درآورده مشغول پاک کردن عشقهای من شد. آن وقت گیلاس را دو سه بار پشت سر هم از عرق پر کرده، سر کشید و سیبیل هایش را با پشت دست پاک کرد و باز گیلاسش را پر و به من تعارف کرد و گفت اینو به سلامتی من و خودت بخور تا ببینم وضع روزگار از چه قراره و باید چه فکری در حق تو بکنیم. بنای قسم و آیه را گذاشتم که لب من هرگز به این جور چیزهای حرام نرسیده است و سرم را ببرند لب نخواهم زد قاه قاه بنای خنده را گذاشت به طوری که تبله شکمش چندین بار جلو آمد و عقب رفت و گفت بسیار خوب حرفی نداریم میخوای عرق نخوری نخور مخداری ولی مرزا که دیگه حروم نیست و با دست خود از نان و کباب سیخ لغمه کلانی ساخته به زور در دهنم گذاشت و با نوک انگشت چانه ام را نوازش داد. مختصر کلامان که آن شب را در همان اتاق با کلانتر نیشابور به سر بردم و خاکم بر فرق که از فردای آن شب به دستیاری کلانتر و دلبر هر جایی آن شهر گردیدم. کلانتر مرا به یک نفر از سرگزمه های شهر که از او ولد و زناتر و رزلتر خدا بنده خلق نکرده بود سپرد و گفت چون تو چون این دختر باید از خدمت به و اون سر سوزنی فرو گذاری نکنی و هر روز منو از حال و کاربار و روزگارش با خبر کنیم. بعدها حتی من یه این سفارش را بر من معلوم کردید و فهمیدم که در واقع مرا در ازای مبلغ معینی در روز به او اجاره داده است. معامله که این بی انصاف بی همه چیز با من میکرد با سگ نمی کنن. هر روز مست و لایعقل سر می رسید و بی پروا در مقابل آشنا و بیگانه بنای بد حرفی و حتاکی را میگذاشت. و به قدری بد و بیراه بارم میکرد و فوشای رکیق و دشنامهای هرزه میداد که از خجالت دلم میخواست زمین دهان باز کند و تو زمین فرو بروم میگفت من از سر آفتاب به سر آفتاب باید از بابت تو مبلغی پول نقد به کلانتر تحویل بدم و لا قسم خود پوس از کلم بکنه تو ادباری هم جز ناز کردن و عفت و اسمت دروغی فروختن کاری دست ساخته نیست شطر سواری که دلا دلا نمیشه و روسبی بودن این حرفا رو بر نمیداره یک روز کشان کشان مرا به زندان شهر برد و زندانی ها که زنجیر به گردن و قلب به پا داشتن به من نشان داد و گفت به شاه ولایت قسم اگر از فرد روز به روز مبلغی رو که گفتم معامله نکرده باشی و تحویل ندی یه راست همین همینجا و سرنوشت همینه که به چش خودت میبینی خاک بر دهانم ولی پروردگارا اگر اینجا درد دل نکنم کجا خواهم کرد و اگر شر بدبختی و سیه روزی خودم را با تو در میان نگذارم با کی در میان خواهم گذاشت خیلی مقاومت کردم ولی سمری نبخشید و آقابت کارم به جایی رسید که چه بخواهم و چه نخواهم بایستی جواب چندین نفر مرد الدنگ و ناشناس را بدهم رویم سیاه از همه بدتر که کم کم به این کار معتاد و هر شدم و یک روز خبردار شدم که رفته رفته برای خود در شهر اسم و رسمی پیدا کرده صاحب سر و سامان و بروبیایی شده بودم و به اسم معصوم شیرازی طالب و خواهان زیاد پیدا کرده بودم و خانهام و وعدگاه بزرگان شهر و پاتوق اشخاص عیاش بدنام و قمارباز شده بود که پنهان یا برملا در ازای مبلغ معینی شبها را در خوابگاه من به سر می بردم.